شما شما نرسم نسلی پراشای ری هستیم سال 5783 بریتونم فرمات. همانطوری که اطلاع دارین ازرا سوفر مقرر کرده که پراشاها را به ترتیب بخونیم، مخصوصا طوری تنظیم کرده که ماه ایلول با پارشای رعه با هم هماهنگ باشن، یا اینکه تو هفتهش میافته یا خودش میافته، به هر حال پارشای رعه با ماه ایلول دمسازه و همراهه. و ما میدونیم که رئی آنوخی نتیل فنخه میون براخا و غلالا، اینطوری که تراغل چم فرماد مشربین رو اعلام میکنه، ببینید من جلو شما دو چیز رو گذاشتم، دو راه رو گذاشتم، یکی براخا چکی غلالا، یکی براخا حرف اشم گوش بکنید و غلالا حسشنم اگر اطاعت نکنید و راه بیراهه برید و عمل ناشایست داشته باشید. کی میخواد به ما بگه که ماه ایلول با پارشای رعه با هم تلاقی پیدا میکنم؟ کی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه ماه ایلول ماه تشوبه است، که اگه انسان تشوبه بکنه اون موقع سالی که به استقبالش میاد با برخواست که توام حتیمات تو هست، با شیفه، با اصله هست، به سلامتی و خوبی و خوشیه. بنابراین اینه که داره اعلان میکنیم که بعد ماه ایلول باید بیشتاز سال آینده بریم، یعنی ما باید تشوه بکنیم، آمادگی داشته باشیم که برخای هشم رو قبول بکنیم. این نکته بسیار مهمه که خامیم یه رسم دیگه هم کردن که البته اشکنازی ها 100% انجام میدن، ولی سفارادی ها بعضی ها انجام میدن بعضی ها انجام نمیدن. تمام ماه ایلول شفار میزنن. اشکنازی ها سلیحوتشون فقط حدود یه هفته قبل از روششانه هست، ما از اول ایلول سفارادی ها سلیحوت میخونیم، ولی اونا هر از اول ماه ایلول هر روز به انهای شبات اینها شفار میزنن. شفار زنن و چیه؟ آجیر بیدار باشه که داره روز سرنوشت ساز روششانا و کیپور داره فرا میرسه. پس شما باید خودتون رو مجهز بکنید، خودتون رو آماده کنید برای پذیرفتن اون براخایی که لازمه. پس اشاره میکنه به ما ره آنخی نتیل فنخم، اینا جلوی شما داره روز سرنوشت ساز نزدیک میشه که روز روشنا است. اگر حرفشم گوش کردید شما رو در دفتر خوب ثبت میکنه. اگر حاصل شرام برعکس دشمنان اسرائیل بفرمان ببینیم چه قشنگ دارن بگن. ره آنخی نتیل فنخم هیون برخا و قلالا، شماره ابجدش مساوی میشه با تیق و بهاد شفر، یکی میشه. چون در متن موشه میگه از این پاسخ یاد گرفتن که شفر در تمام ماه ایلول بنوازن صبح که بیدار باشه. حالا چی میخواد به ما بگه؟ رئه راشتووته ایلول و روششانه هست. رش الف ه، الفش ایلوله و رش ه هم روششانه هست. یه اشاره مهمیه که ری آنخی نتیل فنخیم هیون براخا میگه نگاه کنید که راشتواته کلمه ری امین داره به ما میگه. این سه تا کلمه ایلول
و روش هشانه شمارش دقیق میشه کتیبا و حتیمات توبا. یعنی ما با رعایت ماه الول که باید ما تشوا بکنیم و روش هشانه به استقبالمون میاد یا میریم به استقبال روش هشانه، چی میشه دیگه درست عمل بکنیم؟ کتیبا و حتیمات توبا میاد که بدین وسیله اشیم همه ما را در دفتر کتیبا و حتیما ثبت و مهر میکنه. بعد میفرمان باز پاسخی از که نوشته پیلایم ولوی دبرو اینایم لایم ولوی او، یعنی دهان دارن ولی حرف نمیتونن بزنن، چشم دارن نمیتونن ببینن. این درباره کی گفته شده؟ یعنی به وسیله که شما شفار میزنید دهان بدگویان و مقترگیم بسته میشه، چشمهاشون از این که منفیهای ملت اسرائیل رو ببینن و برای ملت اسرائیل بدی اعلان بکنن چشمشون بسته میشه. در اثر همین ما که داریم شفار میزنیم و تشوه داریم میکنیم، درسته؟ پیلایم ملای دبرو همانه دیگه، پیلایم ملای ملای رو همیه. چون ما در ماه الول تشوه داریم میکنیم، گفتیم که اشاره میشه الول و روش هشانه شمارش با کتیبا و حتیمات توبا یکسان میشه. حالا میگه لهم و قد داره به ما میگه خیلی قشنگ میگه ببینید بلعام گفت چی؟ بلعام با بلاق که میخواستن ملت اسرائیل را شنو کنن، گفت بلاق بن سپور فرستاد لخا آرالی. آرالی یعنی الف و ره و ه، الف که الوله و روش هشانه، ولی لفظ این لعنته، این میخواست لعنت بکنه. هشم گفت نه، یه آرا نیست، یه ریه است، باید عوضش بکنی که بفهمن اینطوری که تو میگی لفظ لعنت میخوایی بکنی به ملت اسرائیل، اینها تشوه میکنن و لعنت و نفرین و به اسرائیل مجازات و تنبیه براشون تعلق پیدا نمیکنه، بلکه اینها در راه میبینن ریه نالخی نتیم فخیان برخا، برخا جلوشونه. برخا چرا جلوشون هست؟ خاطر این که تشوه میکنن، موقعی که تشوه بکنن تمام گناهانشون بخشوده میشه. بنابراین حتی حرکت هایی که کردن همونطور که میفرماد بلو و هشم را که خالش مایل بلعام، هشم راضی نشد که بلعام بیاد برخا بکنه. چرا؟ چون شما تشوه کردید. موقعی که تشوه کردید یعنی دیگه پرونده سیاه و تخلف ها همش بسته میشه و این مسئله بسیار بسیار مهمیه که داره به ما این میگه. هشم منقلب میکنه و یعفوخ هشم لخای تقلالا دیوراخا، پلالایی که آرا بود شد رئه، شد ماه الون که راه تشوه است و در نتیجه روش هشانه که هر سه اینها شمارش میشه چی؟ کتیبا و حتیمات و مساوی با هم دیگه. و حالا مگله مقاد نکته بسیار مهمی رو عنوان میکنه که دشمن چه برنامه داشته ولی هشم چی کار میخواد بکنه به ما. فرمان که اگه دقت بکنیم ماه الول ماه بتولاست، بتولا یعنی دوشیزه زن. ما میدونیم هر ماهی به یک چیزی روی زهر قدوش عنوان میشه، بنابراین میگه چرا ماه الول بتولاست؟ میگه همونطوری که ما میدونیم رقیه میاره برای شیر شیرین، میگه انی لدودی و دودیلی، انی لدودی و دودیلی، رشتوتش میشه چی؟ الول. صفتوتش میشه چهار تا یود. یعنی چی؟ چهار تا یود چیه؟ چهار تا، هر یود شماره دهه، میشه چهار تا یود میشه چهل، یا
اشاره است به 40 روزی که از اول ماه ایلول تا روز کیپور. تو ماه ایلول و ده روزی که اثر دیم تشوه هست همش تشوه ما میکنیم، پس میشه انیل دودی، یعنی من که جامعه اسرائیل باشه. از آن کی هستم؟ از آن هشم هستم، محبوب من هشم. من دیگه چیزی بت و صنم و چیزای دیگه دنبالش نمیرم، ستایشش نمی کنم، پرستشش نمی کنم دیگه. اگرم انگل پرستیدم قبلا تشوه کردم دیگه نمیرم. پس هشم چی جواب میده؟ و دودی لی، هشم میگه تو مال منی. یعنی چی مال منی؟ لی میگه موقعی که هاتان میخواد کله رو به عقد خودش در بیاره قدوشین بکنه، میگه ارعد مقدشت لی. اگر نگه لی ارعد مقدشت، قدوشین کامل نیست، بلکه باید بگه لی. بنابراین هشم هم بگه و دودی لی. لی لیو لامو کیه؟ هشمه. لام چرا هشمه؟ چون حرف لام چجوری نوشته میشه؟ اولا خودش بالاترین و بزرگترین حروف الف باز، این هشم هم که بزرگترین عظمت و کبریایش مشهوده. گذشته از این لام که میخوایم بنویسیم در عبری چجوری بنویسیم؟ یه کافی پایین بنویسیم، یه وابی بالاش، کاف و واب میشه 26. 26 نام اعظم هشمه. و یود هم اشاره است به ملت اسرائیل، چه یود کوچکترین حرفه، چون اسرائیل هم هشم میگه من شما رو دوست دارم که حتی ممعت میکنم، این شما خودتون رو کوچیک میشمارید، خودتون رو خرد و تواضع میدونید، خودتون رو خضوع و خشوع درتون هست، همونطوری که به بزرگان، به ابراهام، همینطور به داوید، به همه اینها من چیکار کردم؟ به موشه ربینو همه اینا مقام دادم، منزلت دادم. اینا گفتن ما کی هستیم؟ آنخی آفار و هفر، کسی گفت ما نهنو، کسی گفت آنخی تلعن و دویش. پس خودتون کوچیک کردی. پس یوده اشاره است به ملت اسرائیل. بنابراین اینه که میفرماد انی لدودی و دودیلی راشتوات الول هست و چه روزی که ما به هشم تقرب پیدا میکنیم و تشوه میکنیم و ندامت و پشیمانی برگذشته داریم، چون اهل از تشوه راه تشوه هم میده. بنابراین اینجاست که ما میبینیم دلیلی که موشه رابین علیه السلام لوحای اولی رو شکاند و نداد به اسرائیل. لوحا چی چیه؟ لوحا به منزله شتاره، شتاره سند، دکیومنت. چون سرا آدم میتونه زن رو به عقد خودش در بیاره، ایشان یقنیت میشه شاد راخیم، همانطوری که اول مسخت قلوشین میفرمان به شتار، به کسه، بیشتار بیا، با کسف میشه، با پول میشه، همینطور با شتار میشه، یکم با بیا که دیگه ازدواج میکنم، خلوت میکنم. حالا هشم به موشه ربین علیه السلام میگه تو برو ملت اسرائیل رو برای من عقدشون کن. چون لوهای اولی اونا پنویا بودن، یعنی پنویا یعنی دختری بوده که هنوز عقد نکرده بوده، در مجرد بوده، من برای اون کار ما کارش نداریم. اون حالا خلاف کرده، اون به اون اندازه که باید کتک بخوره و مثل زن شوهردار نیست. از این نظر هست که باید حواسمون به این باشه که زنی که دیگه شوهر بره از شنایه خلاف بکنه. برای همین چون این سند کدوشینی که باید بود از طرف هشم توسط موشه به مدت اسرائیل داده بشه، زده شکان ندادی سنده. بنابراین یعنی این دختره مجرد بوده خلاف کرده. خب بعدن که تشوه میکنه و خودش رو آماده میکنه برای ازدواج، هشم تجدید میکنه
لوحات شنیوت رو میده، میگه برو به ملت اسرائیل چون اینا تشوبه کردن. چه روز گفتیم که انید دو دی به دو دیدی، چه روزی که از روش مایل و اول مایل تا کیپور هست ملت اسرائیل تشوبه کرده. چون تشوبه کرد هشم گفت این تجدید قدوشین میکنم، حالا میتونی برو قدوشش بکن. بنابراین متوجه میشیم که ماه الول ماه بسیار بسیار خرسندیه که برای ملت اسرائیل ازدواج مجدد، یعنی ازدواجی که اول هشم میخواست بکنه، سند اول پره کردن، شکندن، سند دوم دادن به ما. همینی که هشم فرماد به موشه لخ الام و قیدشتام، و قیدشتام یعنی قیدوشی میشون. و چه وسیله؟ وسیله همون لوحات شنیوت که این کار میکنه، درسته؟ همونطوری که در گماره تحنید میاره سین اورین هم لون سین و ملک شلومو و عطرا شیطرا لویمو بیوم حتونتو بیوم سمحت لبو، میفرماد بیایید خارج شید دختران سیون به پادشاه شلومو. این شلومو اشاره است به ملک شهشلوم شلو شلو خودشا برخوه. به عطرا شیطرا لویمو بیان خطوناتو بیان سیماد، با تاجی که بهش داده شد روز حجلش و روز شادیش، خطوناتو که متن تراز، سیمحت لبو که ای به ساختن به تمیق داشت. موقعی که خدا با ما ازدواج کرد با سندو همون شنل و حتا بریته که به سیله مشنه بنار شنون به ما داده شد و لوحات اهرانات دیگه، اولی کشی که هست هیچی، دومی پس روز کیپور روز چیه؟ روز خطونات، روز که بخشیده ما و گفته من هر کاری که کردی بخشیدم، حالا ازدواج باید میکنم و چا برخو. پس درست در میاد انیل دادی و دادیری رشتوت لوله و چهار تا یودی که آخرش هست مقابل چه روزیه که موشه رفته بود حوت شنیوت را بگیره و هشم با ملت اسرائیل تشواش را قبول میکنه و میگه تمام اون چیزایی که گذشته من صرف نظر کردم. ببینیم تا چندین جای تراغ گیشا این جمله را عنوان میکنه، میفرماد ویتم لی سگولا میکنه آمین، ویتم لی باز گفتیم دودی لی، مثل اونطوری که گفتیم کسی که میخواد یک عروسی رو ازدواج میاره و تعلق به خودش بده باید بگه عرعت به خودشت لی، لیو باید بگه به من، اگه گفت عرعت به خودشت فایده نداره، خیلیش این طورت نمیگیره. و اینجا مشه میگه ویتم لی سگولا، همینطور وعتم تیو لی مملکت کوهنی بگوی قدش، باز لی اختصاص میده به هشم. همونطور هوشیعا میگه ما موقعی که تفیلین میبندیم و روی دستمون رو انگشت وسطی سه تا میبندیم میگیم ورستیخ لی لولام، باز میگیم یعنی تو را عقد کردم برای همیشه. هشم ما رو به زنی و ازدواج خودش در آورده برای همیشه لعلام، و رستیخ نی به صدق و شاد به صدق و رمین لی داره میگه. همونطور که میفرمان کیلی بین اسرائیل عوادیم، یعنی چه کیلی بین اسرائیل عوادیم؟ یعنی فقط در خدمت من، خدمت بوت و خدمت چیزای دیگه نیستن. پس این لی که داره میگه نشوندهنده این که اختصاص میده ملت اسرائیل به خودش، لیه. گفتیم هم که لی اشاره به چیه؟ به نام اعظم هشم، یکی لام بزرگترینه که گفتیم گدول هشم امولان میمون، لرف لام هم تو تمام حروف عبری بالاترینه بزرگترینه، دو گفتیم که لام که می نیسن پایینش یک کافه شماره میشه 20، بالاش هم یه واویه که میشه 6 میشه 26،
میود که باب کرد نام عظمش. یکی هشم ما رو میگه لی یعنی هشم، میگه همیشه ما شما مال منید، نه همین دنیا هم دنیا یه چیز، همین تو موقع تنگنا، موقع گرفتاری، گرفتاری ما چی میگیم؟ شیر معلوت الادونای بطرات تا لی قراتی و یعنی موقع عذاب، موقع تنگنا تو به یار من میای، کمک من صدا میزنم. منطوری که اگر زن گرفتار باشه کی باید بره کمکش میکنه؟ کی تو رنجش، تو دردش همراهی میکنه، هم دردی میکنه، هم خارجی میکنه؟ شوهر دیگه. حالا اینجا هم همینه، اگر ملت اسرائیل در تنگنا قرار بگیرن به سراتا لی، تو هستی که میتونی من رو نجات بدی از درد سر و همراهی با من بکنی، همونطوری که ما میگیم آخر لحش هم میگیم از سهل من قلوشتا، قلوشتا خیلی چه؟ یعنی عقده، عقده تو، تو عقد کردی من، پس به خاطر این که تو وظیفه داری، یعنی هشم مثل شوهریه که نسبت به زنش تقبل کرده و مسئولیت داره، خاطر که عقدش کرده باید یارش باشه، باید غمخوارش باشه، باید تنگناهاش رو او رفع بده و آرامش و سلامتی براش بیاره. پس اینجاست که کلمه لی و تم تیوری مملکت کهنی و قداش کاملا روشن میکنه که هشم ما رو به خودش اختصاص داده و همون چه روزی که ما تشوا میکنیم درست معنی پیدا میکنیم. حالا فرمات پاسخیت در میشلی شنو همه رو خواهشن ماتسا ایشا ماتسا تو ویافق رتون میشه، یه اشاره میکنه به ماه الول که چی ماتسا ایشا ماتسا تو، اگه زن پیدا کرده خیر خوبی رو پیدا کرده، ویافق رتون میشه ایرافق انچه یعنی پاک میکنه تمام گذشته هاش و آلودگی ها و لکه ها و هر اشتباهاتی که کرده همش پاک میکنه. از اینجا میفرمان که موقعی که آدم زن میگیره، این یکی از سه نفره هستن که گناهشون بخشیده میشه، یکیش خاتانه که موقعی که حبا میره هشم تمام گناهانش رو ببخشه، ویافق رتون بشه مصایشا زن گرفته. البته دو نفر دیگه هم هستن که عنوان میکنیم، میخواد بگه موقع درسته، موقع درستیه که ما گفتیم که ماه ایلول ماه بتوله است، ماه زنه، تا دوشیزه است، همونطوری که گفتیم دوشیزه موقعی که به عقد حتان در میاد هشم گناهانش میبخشه، ماه ایلول هم برای ما بخشودگی میاره دیگه، همونطوری که گفتیم ماه ایلول ماه تشوباست که باید پیشتاز سال آینده باشیم که خودمون رو مجهز کنیم برای اینکه کتوبا و حتیما رو داشته باشیم، اونطوری که گفتیم رشته و تین همیه که میفرماد ری آنخی نتیم رکم ایام ری رشته و چی بود؟ ایلول بود و روششانا، درسته؟ پس این چیزی که من به شما میدم و جلویتون میزنم برخواست، شما برخوا میخواهید باید آستون به ماه ایلول باشه، ماه ایلول رو نادیده نگیرید و وقت رو غنیمت بشمارید که بیاید اصلاح عمل و اصلاح گفتار و اصلاح فکر داشته باشید، بدین وسیله برخوا رو به استقبال خودتون یدک بکشید. یه همونطوری که گفتیم کلا موقعی که به ازدواج حتان در میاد هشم گناه او رو میبخشه، کیپورم هم میاد کیپورم گناه ما رو میبخشه، این گفتیم اینا با هم دیگه هماهنگ هستن و باید بدونیم که هشم به موشه ربنا لاشانم میگه
پسل خاشنه لوحاتا برید بیارش بالا، میدونه چهل روز سومه، سه تا چهل روز مشرب بن ولا شنوم به شمعیم صعود میکنه. چهل روز اول که میره لوحات ریشون میاره که مصادف میشه با اینکه اسرائیل ها یهودا به تموز ایگل پرستون زن میشکنه، بعد دو سه روز افرادی که خاطی بودن تنبیه میکنه، بعد دوباره میره شمعیم برای اینکه قهر و غضب هشم رو به وسیله تفیلا و التماس و التجایی که میکنه فروکش میکنه. سومین چهل روز از اول ماه ایلوله که هشم بهش میگه پسل خاشن رو تبرید بیاد، من دوباره اون ده فرمان رو بهش میریزم که با پایان این چهل روز از اول ماه ایلول، سی روز ایلوله و ده روزان ماه تشریه میشه کیپور. کیپور لوحات شنیات بهش میده، سند ازدواج رو داد میده و میگه صلحتی که دوری خواب بخشیدم. پس میبینیم که روز کیپور با روز ازدواج با هم دیگه یکسانه، هر روز هر دوش روز بخشش هست. پس همینی که میفرماد و یا فقرتان، همون تو میفرما همین که آدم زن گرفت گناهانش چی تو میشه پاک میشه. در گمارای یروشلم میفرماد سه نفر هستن، اگر یادمون باشه توی تورای راشیزاد هم این رو پاسقه و یعنی خساب دشمایل و یقیت محلت به دشمایل میاره اونجا. تو گمارا سوال میکنن میگن محلت به دشمایل چنوش محلت و باسمت به دشمایله، چنوش محلت. محلت از لفظ محیلاست که میگه کسی که زن میگیره هشم گناهانش رو که قبلن مرتکب شده جوان بوده و جاهل بوده تشوه میکنه دیگه، برای همین هم ما تحلیل میریم. ما روز عجله، روزی که میخواد عروسی بکنه هوپا بره تحلیل میریم، ما سفارادی ها تحلیل میریم، رسمون تو ایران هم بود تحلیل میریم، حالا هم حتی هم تحلیل میره. حالا چون باید تحلیل که میرن من تشوه میکنم روزی که پور، برای اینکه اگر هم ضعیف باشه بهش میگن تا زود تحصاد میتونی بری تحصاد برو، الان چند ساعتی تحلیل رفته باشی، اگر خیلی دیگه خیلی ضعیفه اون بهش هم تحلیل دیبور برو. حالا به هر حال ما ببینیم سه روزی که پوره فرق میکنه. حالا این گفتیم این حاتم که از روی پاسخ مادری داریم اسمش باسمت بوده ولی نوشته حقیقت محلت، از اینجا معلومه که گناه حاتان بخشوده میشه. دوم کسی که به مقام و ریاست نائل میشه. سوم گرسدب، کسی که از امتهای دیگه اومده و پناه برده زیر پرچم توحید یکتا پرستی. ما را دلیل میاره که چرا این سه نفر ما میگیم گناهانشون بخشیده میشه. میگه اینا سه نفر یک موجود جدید میشن، یک موجود و یک بریای تازه میشن، چیزی که قبلا بوده تغییر کلی پیدا میکنن. مثلا چون ما میدونیم که در گمارای یوامات سامقیه من میفرماد موقعی که آدم ازدواج نکرده مجرد آدم نیست، میشه لویشا اینو نکر آدم. یه چرا؟ چون نوشته و یورا اشیم نوکیم زخار و قوا و اقرا شمام آدم. موقعی که زن و مرد باشن اون موقع میشه آدم، یعنی قبل از او نیم آدمه، مرده حتانه نیمه، پس حالا که زن گرفت کامل میشه، میشه آدم. بنابراین اینه که بفرمان به کمال که رسید اون موقع
گناهش محسوده میشه. گفتیم با تشوه. دوم گفتیم کسی که ریاست به اصطلاح نائل میشه، چون موقعی که آدم فرده یه نفره جزه، اما موقعی که مقام ریاست بهش دادن این نماینده کل جماعته، مثل رئیس جمهور، مثل شاه. شاه قبل از این که انتخاب بشه به شاهنشاهی یه آدم معمولیه، ولی فرده، مفرده. ولی موقعی که منصوب شد یا انتخاب شد برای شاه بودن یا رئیس جمهور شدن، این نماینده کل ملته. موقعی که میره قرارداد با مملکت‌ها و یا کشورهای دیگه میبنده، این خودش دیگه نیست، کله. بنابراین تغییر کلی پیدا کرده. بنابراین اینه که گناهش بخشوده میشه موقعی که اصلاح عمل و تشوه داشته باشه. گر هم که معلومه، گر شنید گیر که قطعان شنولت دامه، موقعی که از اموت علام، از بت پرستی و از سرم پرستی داره میاد بیرون، میاد اسرائیل میشه یه موجود جدیدی میشه، اونطور که میفرمان مثل قطعان شنولت دامه، اونطور که تو گمارای یومات یا گمارای دیگه چندین بار مارار پس میفرمان هر سه اینها که گناهشون بخشوده میشه به خاطر اینکه اینها یه موجود جدید میشن، نو میشن، تازه میشن، تغییر کلی پیدا میکنن. این برای حاتان کله چطور میشه؟ میفرمان از نظر منطق فرق نمیکنه. گفتیم که انسانی که مجرده چه میخواد مرد باشه چه میخواد زن، نیمه انسانه، انسان کامل نیست. پس چه موقع میشه کامل؟ همون موقعی که ازدواج صورت میگیره، میشه حاتان و کله با هم دیگه میشن آدم. اون موقع گفتیم که همونطوری که برای مرد گناهش بخشوده میشه، همینطور برای کله هم روز عروسی گناهش بخشوده میشه. پس یک موجود جدید میشن اینا، حاتان و کله، هر کدومشون فرق میکنه. پس برای حاتان هم معنی داره اصلش، و گفتیم که کله هم چون که با او پیوند پیدا میکنه، بنابراین دو زهر قدش قشنگ داره میاره که فرق میکنه هر دوی اینها، چون مرد بدون زن، زن بدون مرد هیچ کدوم کامل نیستن، مگر اینکه با هم وصلت بکنن، ازدواج بکنن، با قدوشایی بتونن که به انسان باشن و گناهشون همونطوری که گفته مون اشم اینا را میبخشه. ما هم همینه. پس همه ساده، ما باید حواسمون باشه که ماه لول که میاد ماهیه که ماه تشوبه باید باشه، که 40 روز میخواد خداوند با ما عقد ببنده، هر سال تجدید میکنه، تقویت میکنه قدوشینی که هشم با ملت اسرائیل کرده، و ما هم باید هر سال این موهبت و این افتخار رو داشته باشیم که خودمون رو مجهز بکنیم، تکون بکنیم، اگر اشتباهی کردیم، اگر خلافی کردیم، که انسان نمیشه که خلاف نکرده باشه، کم یا زیاد، به هر حال انسان این وارش از توبه روی خطا، بعد ماه تشوبه است، تشوبه میکنیم برای این که ماه لول و 10 روزی از سردم تشوبه از تشری جمعاً 40 روز بشه. انیل دودی یعنی میگی من فقط محبوب و مشم میخوام، این شوهرم میخوام، ما زنیم ملت اسرائیل. هشم ما میگه به دودی لی، هشم هم میگه لی، تو مال منی، تو مال منی، یعنی اختصاص داری به من، من شوهر تو هستم. اگر زن وفاداری باشی، اگر اطاعت از اون رضایت و خوشنودی و خواسته های شوهرت رو داشته باشی،
من همه چیه تو تأمین میکنم، دارم که تأمین میکنم و میکنم. بالاترین چیزی که باید تأمین بکنم چی چیه؟ سالی پر از سلامتی، برکت، همونطوری که گفتیم کتیبا و حتیمات توبا همون. پس میشه راشتبوت رئه، میشه الول روششانا، که کامل که بنویسیم با شماره کتیبا و حتیمات توبا شمارش یکی میشه، دقیق میخواد به ما برسونه. پس شما همه ساله باید خودتون رو مجهز بکنید، تیکون بکنید، حتی در عرض سال اشتباه کردید، کوتاه آمدید، مسامحه کردید یا گول خوردید، به هر حال با تشوهای شما من برای شما سالی پربار و پربرکت برملا میارم و این موهبت الهی است که به ما عنایت کرده و عنایت میکنه. گفتیم فرق میکنه، حتی کلام هست اینجا تا اینجا قسمتی از شیویل پینهاس رو برای ما توضیح دادن که چه خبر هست. اما اجازه بدید یک کمی از خود پاراشا درک کنیم. چندین سوال اینجا پیش میاد. ره آنوخی نوتن نفنخم حیوم، آنوخی چیه و چرا نوشته حیوم؟ چرا مفرد نوشته ره بعد نفنخم جمع نوشته؟ و گذشته از این وراخا نوشته اتا وراخا اشهر تشمو، اگر نه شرط نداره، ولی قلالا ایم دو تشمو ایم نوشته ایم. همه اینها نکته های ظریفی است که باید این جملات جاودانه تراقلشا را درکش بکنیم. اول قبل از هر چیز ما اجازه بدید که بگیم ری آنوخی کیه؟ آنوخی کیه؟ دو تا تفسیر میتونیم داشته باشیم. یکی اشمه که گفته آنوخی اشمه رو که خواهم، یکی هم که موشه داره با مردم صحبت میکنه. حالا موشه که داره با مردم صحبت میکنه میگه نگاهی من کنید، ری آنوخی. چرا؟ چرا میگه نگاهی من کنید؟ چون کسی که میخواد نصیحت بکنه و یا میخواد راهنمایی بکنه باید خودش از اون چیزهایی که میگه بهره داشته باشه، مستفید شده باشه، و الا اگر که فاقد اون چیزی که میگه باشه حرفش نمیخواد. اگر فرض بکنید یه نفر گداست و داره میگه که به مال این دنیا، به جیف این دنیا فریفته نشید، گول نخورید، مست نشید، خودباخته نشید، مغرور نشید، میگیم تو اگر پول داشتی میفهمیدی چقدر لذت داره با پول چیکارایی نمیتونه آدم بکنه، چقدر کیف کنه، چقدر لذت ببره. یه حرفایی که میزنی چون نداریه، ولی اگر یه نفر داشته باشه مثل مشرب بنو هم مقام داشته، هم قدرت داشته، هم پولدار بوده، پسال نخواه، پسال دیشن خواه، از کجا پول نره بود؟ از همون سنگ جواهری که دور تا دورش تراشید که ببره هشم ده فرمان دوم رو روش حکاکی بکنه. پولدار بود. میگه هشم بر کی نازل میشه و نبوه بشینه؟ بر کسی که مقام داشته باشه، عنابود داشته باشه، پولدار باشه، قدرتمند باشه. پس میگه نگاه من بکنید، اگر به شما دارم میگم گول این دنیا نخورید، فریب این دنیا نخورید،
اینا همش گذراست، اینا همش پوچه، هستش چیزی دیگه است. کی داره به شما میگه؟ کسی که داره، هم مقامش داره، هم قدرتش، هم امکانات داره و هم پولش داره، ثروتش داره. یعنی یه طرف پس چیزهای این دنیاوی داره. نگید که مگه مشرات بنو کارایی نیست، نه جون داره، نه مقام داره، نه پول داره، یه حرفایی میزنه این دنیا. ولی کسی که مقام داره چرا نره از مقامش استفاده بکنه؟ چرا نره از ثروتش و از مالش استفاده نکنه و کیف دنیا بکنه؟ میگه نه، این همش دنیای گولزنه، سرابه، حقیقت تو اینا نیست. همانطوری که آدم بره دنبال خوراکی ها، بره دنبال مشروبات، آخر سیری داره، بره دنبال تهوای امور جنسی، هرگه سیری داره؟ سیری نداره. پس چی تو شد؟ پس میبینید هر چیزی معیار خودش داره، به مقدار خودش. این آدم میت و حسی تعباتو بیادو، انسان نمیتونه از این دنیا بره و به نیمی از هوا و هوسش رسه، حتی به نصفشم نبرسه. حالا اگر زیاد روی بکنه که پدرش در میاد، همه چیز زیانشه. هر چیزی مواد مادی که انسان زیاد روی بکنه، جز بیماری، جز کسری، جز فقدان، جز ضعف، چیز دیگه عایدش نمیشه. پرخوری کنه، هوس رانی بکنه، همه نیروهاش میده بیرون و فایده نداره. اینه که میگه من دارم. مشرب بینو یه نگاه من بکنید، روی آنوخی از نظر ارضی، از نظر مادی، از نظر این دنیایی که من به شما دارم میگم، گول نخورید، فریب نرید. طبق معیار و استانداری که باید از این مادیات استفاده کنید در رایشم استفاده کنید. زیاده روی و هوسرانی و هوسبازی و دنبال یه چیزا رفتن، چیزی آیدتون نخواهد شد، بلکه برعکس نقصان و زیان و ضرره. این از یه بخش. از بخش دوم، مسائل عرفانی، مسائل روحانی، مسائل معنوی. کی بهتر از من؟ من سه بار تو شمعیم رفتم، نه نون خوردم نه آب نوشیدم، لهم لا خلتی و من لا شتیتی. من میدونم لذت عالم بالا مذهب روحانیت چی چیه. کسی نیست که بگه تو اصلا میدونی چه خبره و دنیا، میدونی عالم بالا چه خبره. میگه بله من واردم، نگاه من بکنید. من چیزی که به شما دارم میگم، چیزی که تجربه دارم، چیزی که آزمون شده و وارد هستم و بودم توش. همونطوری که یه نمونه دیگه از این امر مقوله، هی کسی دیگه میگفت ما حرفش گوش نمیکردیم، مثل شنو مهمرخ. شنو مهمرخ علیه السلام میگه دوا بیتو ماتو، هر چیز به جای خیش نیکوست. شما ببینید فصل فصل توسون اندونه خوبه. حالا شنو امیر خلاشران تا تمام فصول براش اندونه می آوردن، پادشاهی بوده همه دنیا براش می آوردن. ولی اون می دونه اون موقعی که اندونه خوشمزه است و خوبه کیه؟ توسونه، فصل خودشه. دوار بیتو معتو. این کسی دیگه یه حرف رو می زد می گفتیم بابا تو زمستون گره تو مده اندونه بخوری؟ میگه شما میتونه براش میابردم، براش امکانات بوده. همینطور یکی دیگه، یه نمونه دیگه، ایتروه میگه انتا ادهتی گادو لشم کلا الهیم. ایترو میگه من خدایان رو آزمون کردم، همه بوت‌ها و سنما، آتش پرست‌ها، آتش پرستی کردم، آب پرستی کردم، آفتاب پرستی کردم، گوسفند پرستی کردم، همه اینها محک زدم.
حالا فهمیدم که خدای اسرائیل اون خدای اصلیه، اینا همش دروغه، اینا همش مصنوع و مخلوقه، اینا آفریدگار نیستن بلکه آفریده شده هستن. اگه یه نفر دیگه میگه بخواه تو رفتی آزمون کردی، تو رفتی آفتاب پرستی، تو رفتی تحقیق کردی، محقق بزرگ کیه؟ ایتروه که میگی من همه اینها رو محک زدم. اگه یه نفر دیگه میگفت تو نرفتی، تو نمیدونه آتش پرست ها چجوری هم، تو رفتی دیدی گوسفند پرست ها، گاو پرست ها دیدی، آفتاب پرست ها دیدی، تو آینشون رفتی، تو بی خود داره حرف میزنه. کی داره این حرف رو میزنه؟ کسی که وارده، حرفش مقبوله. بنابراین مشه ربین و علیه السلام اینجاست که میگه ره آنوخی، نگاه من کن، من همه اینها رو محک زدم. حالا برای مقادش میاره این را بیاین کسی دیگه یه حرف رو میزد، آمه گاتم بابا تو کجا میدونی؟ اگر آن بیاد یه نفر میلیاردره برای ما بگه بیانید مال این دنیا اصل نیست، گول نخورید، دنبال عیش و نوش و چیزا میگید که من پولیش دارم، هر شب جشن میگیرم و رقاصه میارم و ارکست میارم و کباب و شراب و همه این چیزا، کنیاک هرچی بخوادی. اگر یه نفر پول داره که همه اینا امکان داره براش میاره و میگه اینا دروغه، گول نخورید. هر چیزی معیار خودش برای سلامتیتون، برای صحت و عافیتتون، برای مادیات با انرژیتون، کالوریتون و اندازه زیاد روی، وقت تلف نکنید، این وقتتون عمرتون به عبث ندید. یکی پول داره و میفهمه با امکانات داره، میگیم آه این راست میگه، حالا میگه شبان نگه داری، مهدیم نگه داری، تارت خانوان این میگه، حالا یه نفر که فاقد این هاست بگه ما حرفش نمیتونیم بپذیریم، نمیپذیریم، یعنی رد میکنه ستون اصرارت قالب میماری. این پس این آنوخی که اینجا داره به ما میگه بشامعیم، حالا میگه نگاه کنید به چیزهای مادی یا چیزهای معنوی، کدومش باید غبطه بخوریم؟ باید به چیزهای مادی غبطه بخوریم که من خونه فلان جا ندارم، فلان ماشین آخرین سیستم ندارم، فلان چی ندارم، یا اینکه از نظر معنوی و از نظر انسانیت و از نظر روحانیت و معنویت یه کمال دیگری باید غبطه بخورم؟ می باید حواستون باشی، نگاهی من بکنی، نگاهی موشه بکنی. موشه تمام عمرش چی بوده؟ خدمت بوده، همش بر معنویت بوده. و یه رد موشه مینار الام و یه موشه مینام الار، همش ارتباط بسده مادیات و پایین و چیزا اصلا توجهی بهش نداشته و به اونها خودش رو اسیر نکرده، خودش رو گرفتار نکرده. انسان باید نگاه بالاتر از خودش میکنه، از نظر چی؟ از نظر کمالات. بشامعیم بیمعن و علارس میتحن، یعنی چی؟ چیزایی که شمعیمیه آسمانی و ملکوتی، نگاهی بالاتر از خودت بکن. بگمتا یکی و معصاید معصی عبوتای که این میشه که من رفتارم مثل عبوتای ناقدشی عمرم ساق و یعقوب، مثل سارا ریبقا راهل ولی آباشه و علارس میتحد. ولی چیزای ارضی، چیزای مادی، نگاهی پایین تر از خودت بکن. خیلی هستن همون چیزی که تو داری اونا فاقدش هستن، اونا ندارن. به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا
که به روزگار تو نیازمندم. تو باید اینه که میگه مشرب به اون یه نگاهی من بکنی. آنوخی که منم نگاه خدا کردم، منم هرگز خدا رو هرگز فراموش نکردم و ولش نکردم و ترکشم نکردم و ترکشم نخواهم کرد. اجازه بدید که همینجا ری آنوخی دیفنخمش رو بگم. میگه اگر تو داری میبینی، همه تون میبینید، یه این نگاهی بکنی، همه میبینم، هر فرد به فردی مشربنون میبینم، ولی کدومتون میخواید مثل موشه باشید، رای موشه برید، طریقت موشه را پیش بگیرید، یا همه تون آزادید؟ این مسئله، مسئله خیلی بس مهمه که من دارم میگم همه تون دیده دارید یکی، ولی جلوی شماست، میخوای انتخابش بکنید، هر کدومتون مجبور نیستی، اختیار دارید که این کار رو بکنید و جای خود داره که اونم روش باید صحبت بشه. عرب بن شای فرمان ریانو خینو تیل فرخم حیوم. حیوم یعنی چی؟ چرا میگه حیوم؟ ریانو خینو تیل فرخم برخا اقلالا، میگه حیوم امروز تو اگر برخواهشم نصیبت شده حواست باشه، امروز غنیمت بشمار امکاناتی که در دد توی که میتونی نیکی بکنی، میتونی گره گشای مشکلات دیگران باشی، چون فردا نیمده نمیدونی چی کار میکنی، فردا یه دست تو میاد میگه نه ممکنه فردا یه چیم نداشته باشی. بر گذشته نباید بنیاد بکنی، ولی امروز که داری، روز از نو، روزی از نو، امروز امکانات داری، قدرت داری، نیرو داری، میتونی تکون بخوری، میتونی کمک بکنی، میتونی یاری بکنی، یا امکاناتی که در اختیار تو هست امروز داری، فردا میدونی مطمئنی هست؟ کسی نمیدونی فردا چی بازی کنه روزگار، همون پول درش، دور از جون، دور از جون، همونطوری که میفرمان به مال نازی شبی، اگه به مال ادمی نازی فرد صبح میبینی بلشویکی میشه، کمونستی میشه، تمام مالت مصادره میشه، نه فقط مصادره میشه، حتی جونت هم ممکن تو خطر بیفته، که بارها هم مثالش زدیم. میگه بنابر این براخای امروز داشته باش، حواست باشه، غصه نخوری برای فردا. هم بگو انتو من تو درد سرم، تو ناراحتیم، مریضم، چطور میشه؟ گرفتارم. بگه نه، کی میتونه فردا چی میشه؟ تو افتاد فردا دیدی؟ راه گشایی هشم و گره گشایی هشم، رفاهیت و راحتی و بهبودی دادن هشم و پول دادن هشم به ما و از زندگیمون راحت تر کردن تو فردا ندیدی؟ و چواتشم که رفعی هیوم من براخا و قلالا جلوی تو گذاشتم، نه مست بشی و اون چیزی که داری و اون چیزی که کسرم داری نباید ناامید باشی، نباید وارفته بشی، نباید غم بخوری، نباید نگران باشی، در هیچ کدومش. هیوم امروز رو شکر خدا بکن که برو خشم نفس میکشی، به همون مقداری که داری شاد باش، خوشحال باش، غم فردام نخور، نه همیشه همین روز نمونه، پایان شب سیاه سپید است، ناراحت باش. بنابراین این که عرب بن شای به ما این توصیه میگه
بئر یوسف توضیح دیگر میگه. فرماد ری آنخی نتین فرخم ایوم برخا و غلالا. ببینید من دو چیز رو پیش شما گذاشتم، درسته؟ همیشه شما باید بدونید برخا و غلالا یکسانه. یعنی چه؟ یعنی شما اگر خوبی بکنید هم خودتون میچربونید به خوبی. همیشه آدم باید ببینه دنیا برابره، برخا و غلالا یکسانه، یعنی نه سودی داره نه زیانی. اگه یه میسوی بکنه طرف میسوا سبب برخاش میچربه، نه فقط خودش، لفنخم برای همه هم سودمنده. و اگر یه گناهی بکنه هم برای خودش یک میچربونه به کف خوبا و هم دیگران دنیا رو میچرخونه به طرف خوبا. پس باید حواسش به کجا باشه؟ به ریسه میفرماد نمونام باید یه آدم تسمه حسی و زکای و حسی و حیا. هنه که داره میگه اینجا اول مفرد گفته بعد جمع که اثر داره. میگه براخا یه معنای دیگه است، ریانو خی نتین فرخم براخا. میگه براخا کجاست؟ میگه اگه کسی احترام خانوادش میذاره، احترام خانمش میذاره، هشم به خاطر زنه براخا میاره. لیانی اح براخا این بتیخا، بتیخا یعنی زنه، خانواده. رابا به علم حوزا میگفت و قیرون این شیخو که اخه دیتیت اترو، احترام خانماتون داشته باشید برای این که ثروتمند بشید، پول دار بشید. بنابراین میگه براخا میخوایی کجا پیدا بکنی؟ براخا میخوای؟ پس باید احترام خانواده، نه اینکه کبر و نخوت نشون بدی تو خانواده، تحکم بکنی. نه، تو وظیفه دیگه داری، خانم یه وظیفه داری، هر کس به محدودیت خودش، به دایره مسئولیت خودش باید کار بکنه، هر کدام مقام خودش دارن. حالا چون تو مسئول هستی برای خانواده همون تون و قیصر و پا همه میگیم دیگه، تو مسئول هستی برای مسکن، تو مسئول هستی برای لباس، مسئول هستی برای غذا، مسئول همه چی توی مرده. حالا زن هم کاری میکنه، اگر تو درست رفتار کنی اعذر میشه برای تو، کمک میشه به حال تو، ولی تو باید احترامش رو داشته باشه. پس براخا جایی هست، ریانوخین و تنفرخم ایوم براخا، هر روز من جلوی شما میذارم که میتونی کار بکنی با احترام با حرمت، همونطوری که بارها توی گمارا صریحا میگه اتتاخ گوزا گهین و لخشن به ادنه. اگر تو قد بلندی خانم تو قدش کوتاه‌تر تو، میگه همینطوری حرف نزن، سرت بیار پایین خم باشو آروم سونی، نفریاد بکشی، کابود و ادب و احترام رو باید مراعات بکن. میخوای برای خواه؟ میرم برای خواه است، برای خواه برای تو میارم، ریان و خیل و دین نفری هیان برای خواه. هر همین گفتیم موقعی که آدم ازدواج میکنه تمام گناهانش بخشیده میشه. خب موقعی که گناهانش بخشیده میشه دیگه تنبیه تو کار نیست، مجازات تو کار نیست. هشم دنیا رو ساخته برای کی؟ برای اینکه نعمتش رو بده به ما. هشم تو و امتی به هشم خودش خوبه، گفته خوبه بیشه خودم کنزش نکنم، جمعش نکنم، دادم به مخلوقات.
داره به ما میده. به کی میده؟ بانیم اتیم لحشم این که خیم، شما که فرزند برومند هشم هستی، به شما کدوم پدره که نخواد نعمتش رو ثروتش رو فدای فرزند مطیع و فرزند پاک و درستش بکنه؟ کدوم پدره؟ حالا پدره آسمانی ما که منبع تمام براخواست باروخ اموراخ، بنابراین بده به ما. یک نکته دیگری به ریاست میگه که